بیننده عزیز بازم سلام، امیدوار هستم هر کجای دنیا که هستین جور و صحتمند و سرحال باشین. مجبور شدم مایک نزدیک بگیرم چون پسر بک‌گراند هستن و اونا هم صحبت میکنن، صحبتشان نام نام خدا بلند. خب دوستا، بازم امروز با یکی از اعتراضات که مردم ازاره ما در شهر سیاتل در یکی از محلهای عام جمع شدن و کنار هم تا صدای خدا بلند بکنن و از ظلم و ستمه که سر از اینا صورت میگیرن، مثل انفجارهایی که در مکانهای مختلف مثل آموزشگاه کاج رخ دادن، اینا استادگی بکنن تا این که با مردم جهان بفهمونن که بیاین همراه ما استاد شوین تا از چنین بحران ما جلوگیری بکنیم. امیدوار هستم شما هم بیننده برنامه باشین، ما صحبتهای شیرین نشانه با شما میداشته باشیم، تا آخر برنامه با ما باشیم. سلام بر کلی خواهران و برادران و همه کسانی که در اینجا بالای هم استاد شدیم. خوش آمدگویی میکنم از طرف انجمن هزاره های واشنگتن و از طرف شورای جهانی هزاره که این برنامه ها را در سراسر دنیا هماهنگ کرد. ما و شما امروز یکی از 97 شهر دنیا هستیم که این مظاهرات مسالمت آمیز در او برگزار می شود. 29 کشور در دنیا این مراسم برگزار می شود. از استرالیا، نیوزیلند، اندونزی گرفته تا هند و پاکستان، ایران و ترکیه و در اروپا، پولند تا اسپانیا و پرتغال و ایرلند و در افریقا کنیا، در امریکای جنوبی شیلی، برزیل و اینجا در امریکا و در کانادا. تنها در امریکا 19 شهر هست که این مظاهره در او برگزار شدند، به شمول واشنگتن دی سی، نیویورک، بوفالو، شیکاگو، آتلانتا، مینیاپولیس، ماساچوست، سان فرانسیسکو، ساکرامنتو، لس آنجلس، سان دیگو و ما در اینجا در سیاتل. ما و شما اینجا آمدیم که به خاطر یک درد و رنج مشترک پالوی هم دیگه باشیم. یک درد و رنج تاریخی که بر شانه های ما استاد شده و امروز در دنیا فوران کرده و کل ما را در سراسر گیتی در پالوی هم جمع کرده. 10 روز پیش در 3 سپتامبر در یک صبح زود یک مهاجم انتحاری داخل یک مرکز آموزشی شد. یک مرکز آموزشی که کسایی که میخواستن در کنکور شرکت بکنن و به دانشگاه بروند در اونجا آماده بودن تا آمادگی کنکور بگیرن و 56 نفر بیگناه و غیر نظامی را قربانی کرد و 115 نفر را مجروح کرد. این درد ما هست. کسایی که در اونجا قربانی شدن همه غیر نظامی بودن. اونجا یک صحنه منازعه نظامی نبود. اونجا همگی غیر نظامی هایی بودن که داخل یک محوطه آموزشی جمع شدن. غم ما این است که همه ای کسایی که کشته شدن جوانان و نوجوانانی بودند که از 14 سال تا 20 سال سن داشتند، یعنی از ولایت‌های خودشان آمده بودند اونجا تا درس بخوانند و برای کنکور آمادگی بگیرند. اینا چشم چراغ پدر مادر خودشان و آینده ساز نسل خودشان بودند. کسایی که جنازه هایشان در غزنی و جاغوری و دایکندی و بامیان و میدان وردک و اورزگان پس رفت. درد ما این است که از این 56 نفری که کشته شد 53 نفرشان زنها و دخترها بودند. همون زنها و دخترهایی که دروازه های مکتب امروز برایشان بسته شده و در تنها دروازه‌ای که برایشان باز بود در یک مرکز آموزشی برای رفتن به دانشگاهی که هنوز دروازهشان برایشان با وجود همه محدودیت ها باز مانده در اونجا رفته بودند و همون سقف هم سرشان خراب شد. درد ما این است که این حوادث تکرار شده و میره. کورس کاج، کورس موعود، کوثر دانش، مکتب سید الشهدا و ده ها صد ها جای دیگه از شفاخانه و مسجد و آموزشگاه و مکتب و سرک و همگی حوادث و کشتار نظاممند و هدفمند تکرار شده میره و این درد بزرگ ماست. درد بزرگ ما تکرار این وقایع هست که از سال 1891
که عبدالرحمن نیمی از جمعیت هزارهای افغانستان را قتل عام کرد، به بردگی گرفت یا از کشور راند، تا به امروز ادامه پیدا کرده. در نمایی از در سال 1998 طالبان در مزار شریف، در بامیان، در یکاولنگ قتل عام کردند. در نمایی است که همین 20 سال گذشته همین دوران دموکراسی و دوران جمهوری همین تکرار شد. بخصوص از سال 2014 به بعد دیدیم که چقدر این حوادث هدفمند فقط قوم هزاره را و بقیه قوم‌ها را هدف گرفت و بخصوص هزاره‌ها را قربانی کرد. بزرگترین در نمایی است که هیچ وقت این حوادث مورد بررسی قرار نگرفتند. هیچ وقت نهادهای ملی و بین‌المللی به اینا توجه نکردند. هیچ وقت مجرمان، مسببین، دستاندرکاران، پیانکننده ها و پشتیبان های این حوادث تروریستی و این قتل‌عام و نسل‌کشی مورد بازخواست قرار نگرفتند. هیچ وقت عدالت تأمین نشدند. هیچ وقت برای جبران خسارت و برای بازماندگان و قربانیان اونها اقدامی صورت نگرفتند. پس ما امروز اینجا هستیم که یک شعار مشترک را بگوییم. بگوییم استاپ هزاره جنوساید. چی بوده که پدر و پدرکلان و ما را برای خود در تمام زندگی ما همراه ما بودند. ولی این رنج و این درد باید متوقف شوند. باید جنوساید هزاره ها متوقف شوند. نباید برای نسل بعد از ما و برای بچه های ما ادامه پیدا بکنم. ما اینجا هستیم که این هدف را از 5 طریق دست بیابیم. هدف ما این است که 5 کار را بتوانیم انجام بدیم. اولا به رسمیت شناخته شود. این یک روند تاریخی است. باید نهادهای حقوق بشری، سازمانهای اجتماعی، همه ایجنسی‌هایی که ماها در او حضور داریم و کار میکنیم، دولت‌ها، سازمان ملل ایره به رسمیت بشناسند و قبول بکنند که یک کشتار هدفمندی در یک مدت زمان طولانی برای یک قوم خاص اتفاق افتاده و میفته. این چیزی نیست که در کتاب‌های تاریخی نهفته باشه. این چیزی است که امروز داره اتفاق میفته. چیزی نیست که ما بگیم که شاید شده شاید نشده. نه، داره همین امروز اتفاق میفته. دومان ایجاد یک کمیته حقیقت‌یاب، یک کمیته بی‌طرفی که بتونه تمام حوادث رو بررسی کنه. چرا اتفاق افتاد؟ کیا این کار را کردن؟ دلیلش چی بود؟ و چطور میشه از این جلوگیری کرد در آینده؟ سوم، یک محکمه حقوقی و جزایی درست شود. تمام کسانی که در این قضیه دستاندرکار بودن، دخیل بودن، ساپورت کردن، پشتیبانی کردن، از نوع بازخواست شود. باید در رزومه و در نام آنها در کنارش که جنایات بیاید که افراد که کارها را کردن. چهارم، حفاظت و رسیدگی برای هزاره های افغانستان. کسایی که در اونجا هستند باید جامعه جهانی، نهادهای کمک رسان و ما و شما کمک بکنیم، از اونها حفاظت بکنیم و به بازماندگان و قربانیان این جنایت ها رسیدگی و کمک بکنیم. و پنجم، حمایت. حمایت یعنی همه ما در کنار همدیگر باید یک چتر حمایتی ایجاد بکنیم تا هزاره هایی که به کشورهای دیگر پناه آوردن، به کشورهای دیگر رانده شدن و به اونجا آمدن، بتوانند حمایت بشن تا بتوانند این درد و رنج تاریخی خودشون را حداقل در اینجا کم بکنند. این 5 هدفی که است که ما داریم: رسمیت شناختن، ایجاد کمیته حقیقتی یا ایجاد محکمه عدلی و قضایی، حفاظت و رسیدگی از هزاره های افغانستان و حمایت هزاره ها در همه جای جهان. ما و تو میتونیم همین کار از امروز شروع بکنیم. این کاری هست که داره انجام میشه. رسمیت شناخته شدن داره انجام میشه. همین الان نهادهای حقوق بشری دارن این را به رسمیت میشناسن. و ما و شما باید صدای خودمان را بلند بکنیم. باید به همکارای خودمان، به دوستای خودمان، به بقیه مردم بگیم که چی بر سر ما آمده، چی روان است، چی کاری داره میافتاده، چرا ما اینجا جمع شدیم. از طریق سوشال میدیا، توییتر، یک رسانه قوی است، امضای تومایی که در اینجا آمده امضا بکنیم و به مسئولین برسانیم. این فعالیت های جمعی ما صدای ما را بلند میکنند و کوشش بکنیم احفاظت بکنیم از معلومات در افغانستان هزارههایی که در اونجا هستند و رسیدگی بکنیم به مجروحین و صدمه دیدگان. ما یک فاندرایزینگ داریم که مقدار درد مشترکی دارن. ما در پالی از اونا بودیم، اونا در پالی ما هستن. در برگزاری همین برنامه به ما راهنمایی کردن، به ما هدایت دادن و در امروز پالی ما آمدن و استار شدن. از مسئولین تشکر میکنیم که در برگزاری این برنامه کمک کردن. ما روز اول که ما خواستیم پرمیت بگیریم، در ما گفتن 2 هفته کار میخورن و ما 2 هفته در چند ساعت تونستیم پرمیت بگیریم. مسئولی که پشت تلفن با ما بود، اون میگفت که ما تراژدی و غم شما رو درک میکنیم و ما هم همراه شما هستیم. بنابراین همه ماها باید در کنار هم قرار داشته باشیم تا بتوانیم به این هدف برسیم. صحبت خود کنم با یک شعر خلاص میکنم. یک شعر از سعدی که در سازمان ملل هم همین شعر را نوشتن.
من ی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. تشکر از همه. چی مشاق و بطه ملک شده گشتم تو، دشمنی غد و چه و دختر آزر نکنی، که سبا خنجر حق مور زیر گردن تو. قلم از مو و تفنگ باشه در تو یاد بگیر، گری قدست مشباز کار نیدن دون تو. مو که قد مرمی و بم کشتن موشی هرگیز، آسرم عمره نماره در زیر فرمون تو. یاد مود و ستاره او سر دانش و کاج، موشنگی زبره آرزو وارمون مو سر movement movement in Dehmazang which killed 85 Hazara protesters and injured more than 400 others. I lost another friend in the attack on Mawood Educational Center which killed and injured at least 115 Hazara students my age. I lost a friend in the attack on Koj Educational Center, an attack where more than 50 Hazara students were killed and 97 injured. I met a girl from the attack on Sayyid Shahada High School who lost her hand in the attack where 232 Hazara students were killed and injured. These are just some of my direct experiences, and there are a lot more attacks that targeted us. Today, we're here to ask the world to recognize the Hazara genocide, a genocide that has been going on for decades. Our people are tortured, massacred, and killed because of our ethnicity. We have faced slavery and continue to face forced migration, land grabbing, persecution, and mass killings. My question to the world is, what are you waiting for? Are you waiting for more mass killings in order to realize that we are facing genocide? Did you know that the Hazara has been killed every 5 days in Afghanistan for the past 2 decades? What else are you waiting for? What other factors of genocide are you waiting for to happen so you recognize and protect us? If you need proof of genocide, go look at the graves in Roshnoi Hill and Donoi Hill, where thousands of Hazara students are buried. Everyone knows that the Taliban and ISIS have killed us in our schools and markets. How are you expecting the Taliban to protect us if they have... Stop Hazara genocide! Stop Hazara genocide! What do you want? Security, security. What do you want? Security, security! What do you want? Security, security! What do you want? Security, security! When do you want? Now, now! چه خوب رنگ و بویت وطنی است. چه خوب رنگ و بویت وطنی است. اما شاید نتوانی با من بمانی. من امسال خیلی سردم. من امسال خیلی سردم. خیلی. شاید سردتر از زمستان‌های مادرکلان. شاید از زمستان‌های مادرکلان. که این روزها را که این روزها سالگرد اسارتش است. فردا که میایی لطفاً لطفاً تک ابری از فراز سالنگ با خود بیاور. آدم باید با خود کفنی از وطنش داشته باشد. اما خوش به حال شهیدان پنشیر و اندراب. اما خوش به حال شهیدان پنشیر و اندراب. چه خوب می دانند بی کفنی بهتر از بی وطنی است. بی کفنی بهتر از بی وطنی است. از اکنون از جناب استاد وحید دعوت به عمل میاد تا سخنان ارزشمندشان را یاد فرمایند. آقای وحید رئیس انجمن کابل واشنگتن.
من برای یک 5 ثانیه سکوت میکنم به احترام شهدای مرکز آموزشی کاج. برادران و خواهران نهایت عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تشکر از تمام اقوام، تمام برادران و خواهرانی که از هر گوشه افغانستان متعلق به هر قومی هستند در اینجا اشتراک کردن تا بر جهان نشان دهیم که ما یک افغانستانی هستیم. خون ما فرق نمی کند. هزاره، پشتون، تاجک، ازبک و بقیه اقوام افغانستان تمامشان دردیده هستند. برادر و خواهر هزاره دردیده ام، من درد تو را احساس میکنم. گلویم را بغض گرفته است. خواهر گلم، برادر گلم، تو قلم برداشتی تا تاریخ روشنایی را به افغانستان بیاورید. افسوس که جاهلان قلمت را شکستاندن، خونت را ریختاندن. ولی قاهر گلم، برادر گلم، فراموش نکن که تو تنها نیستی در افغانستان. برادران و خواهران تو در پنجشیر مبارزه می کنن، در سلسله کوههای هندوکش مبارزه می کنن، فردا در کنار تو می استن. به این اطمینان باشیم که افغانستان تاریخش یک روز تغییر می خورد. ما شاید نسل کشی برادر و خواهر هزاره خود هستیم که این امروز، دیروز و فردا نخواهد بود. این یک نسل کشی است که سالها توسط حکمرانهای مختلف در افغانستان جریان داشته است و جهان بداند که مردم افغانستان، علل خصوص مردم هزاره، مردم آگاهی هستند که این را هرگز فراموش نمی کنند و در جای خود نمی شینند. مبارزه می کنند برای خود، برای هم نسلان خود، برای آینده اولاد خود، که ما هم در کنار شما هستیم. فراموش نکنین ای که میگم در کنار شما هستیم، روزی برای شما عملی خواهیم نشان داد. انجمن کابل واشنگتن به خاطر از این ایجاد شده است که از حقوق تمام مردم افغانستان دفاع کند، صدای خود را بلند کند. امروز یک کتله بزرگی از مردم که در کنار ما هستند، همه بر این عقیده هستند که کنار همدیگر باشیم. زیبیت ما با هم بودن ماست. برادر هزاره، برادر عزیزم، خواهر عزیزم، همه چیز شما در تاریخ نوشته شده است. از کوچ اجباری گرفته تا قتل‌های سیستماتیک، کنار زدن از سیاست، دوری از اقتصاد، که شما خود الگوی نوشتار اقتصاد و تغییر اقتصاد افغانستان هستید. این را تاریخ فراموش نمی کند. مایان که یک گزارشی را خواندیم از ملل متحد، در اون دیده شده است که در یکی دو سال گذشته الا سه سال گذشته، بیشتر از 1000 برادر و خواهر هزاره ما به شکل وحشیانه به قتل رسیده است، چی در مسافرت به خانه و دیدار اولادش بوده و چی که در کورسای آموزشی مشغول آموزش برای تغییر افغانستان بوده و چه مادری که در شفاخانه در حالت زایمان بود، او را به قتل رساندن، طفلش را، دستش را شکستاندن. مادر عزیزم، هرگز فراموش نمی کنیم، هرگز فراموش نمی کنیم زمانی که تو با چشم خونالود به طفلت می دیدید، کو آینده ساز افغانستان بود، خودت بر خون میتپیدی. مادر گلم، او روزم فراموش میکنه. افغانستان روز آباد میشود، روز آزاد میشود. بلی، از امان مبارزینی که امروز چی با قلم چی با تفنگ علیه گروه جهل قد علم کردن،
و انشالله آزادی افغانستان را به زودی خواهیم دید. بازم اطمینان میدم خواهر و برادر عزیزم که من در پالوی تو هستم، در هر حالت در پالوی تو هستم، هیچگاه درد تو را درد بیگانه نمیدانم. بازم تشکر فراوان از تمام برادران و خواهرانی که اینجا اشتراک کردن. ممنون از کمیته هزاره ها که واقعا به شکل زیرکانه، به شکل معتبرانه از تمام برادران و خواهران افغانستانی دعوت کردن که اینجا حضور به هم برسانند. من بازم تأکید پیمان میکنم که با شما یک جای استاد هستیم و از حق و حقوق تمام شهروندان افغانستان دفاع میکنیم. ممنون از حضور هر یک شما و السلام علیکم و رحمت الله. تشکر از آقای بهروز، رئیس انجمن کابل واشنگتن. به یاد کاج، به یاد موعود، به یاد مکتب عبدالرحیم شهید، به یاد شهدای روشنایی، شهدای روزشی، به یاد قربانیان جنگریز قرب، اصلا به یاد هر هزاره‌ای که قربانی این عصر کشیده است. صدایتان را بلند کنید. استاپ هزاره جنوساید. من نمیشنوم. استاپ هزاره جنوساید. استاپ هزاره جنوساید. استاپ هزاره جنوساید. استاپ هزاره جنوساید. نسل کشی جنایت است، خاموشی خیانت است. نسل کشی جنایت است، خاموشی خیانت است. نسل کشی جنایت است، خاموشی خیانت است. نسل‌کشی جنایت است، خاموشی خیانت است. دیو فکر و فرهنگن کوچه کوچه میگردند. دیو فکر و فرهنگن کوچه کوچه میگردند. هر کجا کتابی دی شوله و حطب دارند. گزمگان شهر ما خفته یا که بیمارند. گزمگان شهر ما خفته یا که بیمارند. گزمکی نمیدانن مثل این کتاب دارن. اکنون از جناب دکتر جاوید دعوت دارم میارم تا سخنان ارزشمندشون را ایراد فرمایند. Ladies and gentlemen, let me start my speech with thanking you all for coming. This is heartwarming and encouraging to see so much love and support. I am sure most of you are aware of the act of genocide against the Hazaras of Afghanistan. However, you may not hear the full extent of the crimes committed by the Taliban from the mainstream media. Let us, the common people, show you the true face of the tragedies. It may not become one if it continues its current course. Nation building process in Afghanistan started in 1880. We will continue our struggle for justice. We want in our lifetime to witness a free and fair society in Afghanistan and around the world. We will not rest until our people have the right to self-determination and freedom to choose the government of their own choice. آرام بخواب آرام همه نارام تو آرامی خیابان میروی فردا برای روز آزادی بخواب آرام بخواب آرام پری ما تو آزادی تا زمانی که ما هوشیارانه راه نجات خود انجینیری نکنیم از این منجلاب بیرون نمیاییم. بنا آن بهتر است که ما افغانا در تمام دنیا باید که نزدیکتر شویم، با هم انسجام پیدا کنیم و به شکل هوشیارانه و متداوم برای نجات مردم خود مبارزه کنیم.
حالا سعی کنید نام خدای نمیشه اجتهاد زیاد از صدها اولادای دو ساله سه ساله میبینم اینا را ما باید که ایژوکیت کنیم تعلیم بدیم که کاملا در وطن ما چی میگذرن همیشه یک دوست ما که باعث دکتر معرفیش کردن یک معلومات تاریخی بسیار خوب ایجاد داد اما اولین چیزی را که ما بفهمیم معلومات تاریخی نیست ما باید از پایین بالا بریم از بالا پایین بریم که تا بدانیم دلیل از این که با هم یک جای باشیم و دلیلی که با دیگرها یک جای باشیم و چطور یک توازن به وجود بیاریم که چطور ما بدانیم از ریشه رهبری روش بدیم که مملکت خود نجات بدیم 43 سال است که اتحاد به نام رهبر در افغانستان است اما هیچ راه را نتانستن بپیماییم که ما شما به جای برسیم ما بسیار متاسف هستیم از قدلام و وطنان زبان در طول سالها حتی سالهایی که شما هم چانس نیفتید ما همیشه همیشه و درد هموطنانیم و شمول هموطنان هزاریم گریه کردیم مبارزه کردیم از درون زندان تا امروز و نتیجه کل 43 سال زندگی ما میست که باید تنها در روزی که قار استیم استاد نشیم در تمام روزهای زندگی خود هوشیارانه برای نجات وطن خود کار بکنیم ما امیدوار هستم که در هفته ها و ماه های آینده ما و شما بتانیم در کنار هم برای نجات وطن خود برای آرامی مردم خود و خصوص هموطنهای هزاره ما که متاسفانه در افغانستان از تعصب زیاد زیادتر از دیگرها کشته میشن مردم جاهل ما این فکر میکنن که هزاره شیعه است یکی از افغانستان نیز دو مردم است که باید اینا در مقابلشان استاد شیم در حالی که مردمی که سختترین کار میکنن مردم هزاره است مردمی که درس میخوانن زیادتر مردم هزاره است و ما نمیتونیم یعنی با چی جرم ما هزاره را میکشیم برای از این که hard working people هستن مردمی که زحمتکشن به خاطر از این که درس میخوانن با چی جرم ما هزاره را و اگر فکر کنیم آیا هزاره تنها کشته میشه نه کلگی ما کشته میشیم هر روز در افغانستان جنگ است و کلگی ما کشته میشیم امیدوار هستیم که آهسته آهسته درد همدیگه خود بفهمیم در کنار همدیگه باشیم و طول هفته ها ماه ها و سال های آینده بتانیم در گروه های منسجم با هم باشیم سلامت باشین و خوشحال هستم که در اینجا اشتراک کردم تشکر ممنون از جناب آقای عیار اکنون دوستا آهنگ سرزمین من پلی میشه لطفاً با هم زمزمه کنین سرزمین من آشیانه گشتم خانه به خانه گشتم بی تو همیشه بودم شانه به شانه گشتم عشق یگانه ای من از تو نشانه ای من بی تو نمک نداره شیر و ترانه ای من
اشک بریزیم و بر عزیزان خود مثل که 100 سال اشک ریختیم. آمدیم برای این که یک کلمه نه را بگویم، نه بر تمام جنوساید، نه بر تمام ستم. آخرین زمان ستم رسیده و در حقیقت نیروهای اساسی ما پا بر جا میشه و آخرین دفاعی ستم هم میکنه. یک جا صدا کردن که نه جنوساید، 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 نه 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 جنوساید، نه جنوساید. یک چیز متوجه باشین که صداهای ما میرسه، اولین بار جمع میشیم، همه جمع میشیم در مقابل همه ستم جمع میشیم. ستم بر ما یکی است، ستم بر ما یکی است، ولی چه زود ستمه که تنها در افغانستان تنها یک مذهب، یک ملیت، یک قوم گرفته میشه. جالب است، 100 سال زحمت، 100 سال به بردگی کشیدن، 100 سال به بازار فروختن، 100 سال ریشخند به چهره زدن و 100 سال خاموشی، 100 سال صبر، 100 سال خاموشی. خاموشی مرگ است. ما برای شما میگم که خاموشی مرگ است. جمع شدن ما مرگ است. ما برای مرگ عزیزان خود آمدیم، جمع شدیم. هیچ چی معنا نداره. حرکت به سوی شکستاندن چنین حرفایی که دیگه ما جمع نشیم. حرکت به سوی او چیزایی که ما جمع شیم به خاطر پیروزی خود ما. حرکت به سوی او چیزایی که ما جمع شویم به خاطر از اینکه جنوساید صفر کردیم، ستم صفر کردیم، ما با آزادی های خود رسیدیم. یک چیز متوجه باشین که هیچگاه عشق نریزین، هیچگاه عشق نریزین. ما با گام های بلند در جاده ها حرکت میکنیم. در این حرکت جامعه های بلند شما حتما تلفات دارین، ولی با حرکت ما نمیشه که تنها حرکت کرد. ما ساختیم خود از تخصص، از گپا، از اتحاد، از آزادی ها، از بلند کردن صدا ما در حقیقت ساختیم خود. از این حال چی ما کمبود داریم که حال بریزیم، عشق بریزیم؟ اگر میده و زکه و زهرا آمدن به خاطر شما جنگیدن و خون ریختاندن، ما قدم به قدم این خون حرکت میکنیم. درفش سرخ از اینا را بالای شهید ها حرکت میدادیم. میتمش ما نمیخوایم دیگه شهید ها را بتیم و برشگیریه کنیم. زمینه را چگونه برش ایجاد میکنی که شهید برش میدی؟ نه؟ گناه یکی از ما هستیم. ما مثل آرام مردم هستیم. ما به زرکت خدا نمیشنسیم. ما به حرکت درست نمیتونیم. از این لحاظ ما یک چی برتان میگم که میگم مانده هم سخت عجب که از چه سبب ساخت مرا، یا چی بوده است مراد وی از این سوختنم. از این لحاظ ما آدم های عقبگرد از جبه نیستیم. در هر جای که هستیم، در آمریکا، در اروپا، در افغانستان، در دستان، در هر جای که هستیم فریاد خود بلند میکنیم، فریاد زاده بلند میکنیم، فریاد تصاویر بلند میکنیم، نگفتن برای جنوساید بلند میکنیم. مره کسی گفت که استاد این مسئله جنوساید برای از اینا نمیخوانه. خیلی برای کی میخوانه؟ برای من؟ حتی چشمای ما، چشمای تعداد آدم های خود ما کور است. تعداد آدم های امریکا هست کور هستن تعدادشون. اونا نمیفهمن چی میکنن و چی میگن. اونا در حقیقت کسی که درد احساس کرده باشه، کسی سوزشه یک مرگ احساس کرده باشه، باز میفهمه که مرگ و درد چقدر سوزنده است. از این لحاظ باز از شما یک خواهش میکنم که هیچگاه به فاتحه نشینین. فاتحه بکنین، دعا بکنین، هیچگاه عقب نشینین. بر ما کلان افتخار می است که ما قدمی به پیش ماندیم. به این افتخار است که شما در حقیقت پیش قراولان آزادی و مرگ بر جنوساید هستین. کسی تا حالا جرات نمیکرد اینجا. برای من بگوین که در آمریکا چی کی جرات کرده بود که همه قنفر بیه و در حقیقت در بین زمین
قله های بلند ساخت انسان صدای خود بلند بگوید بگوید مرگ به جنوساید. شما این کار کردین، تاریخ فراموش نمیکنه. حرکات شما حرکات بهترین حرکات است. خداوند شما را کم نکنه، عمر شما دراز، قدم های شما بسیار وزین، مطمئن، استوار. ما حقیب نمیریم هیچگاه. کسی اگه بخواید ما به پیش میریم، میرویم و میرسیم، دست به دست هم میرسیم. فریاد ما بلند است، فریاد خدا میشنوه. تمامی آدم های دنیا همراه شما است، تمامی آدم های دنیا همراه شما است. خدا شما رو کم نکنه. تشکر از اینکه وقت خود دادین به من و حرف دل خدا که واقعا گفته نمیدونم. من بسیار گفا دارم بگویم ولی چطور میتونم بگویم، این بسیار عمده است. از این خاطر تشکر از شما. و جهان خورم از آنم که جهان خورم از اوست. دوستای عزیز، امروز بازم در یکی از گردمایی های بزرگ در شهر سیاتل به اعتراض به استاد شدن در مقابل خشونت علیه هزاره ها در تمام دنیا به خصوص افغانستان که در این آخر متاسفانه ما شاهد انفجارهای مختلف در مراکز آموزشی و جای مختلفی که صورت میگیره شاید حال هستیم که هزاره های زیادی را ما افغانای ما برادرای ما را در اتفاقات زیاد ما از دست میتیم. ما هم امروز در این گردمایی اشتراک کردیم. امروز مسئول رسانه‌ای کمیته انجمن فرهنگی که مربوط هزاره ها در شهر سیاتل واشنگتن میشه با خود داریمشان، صحبت ها را میداشته باشیم و از خود برنامه ویدیو و تصاویری که تا حد توان ممکن است برای شما تهیه میسازیم. امیدوار هستم شما هم با ما باشین و مقابل خشونت علیه تمام افغان ها استادگی بکنین. سلام، وقت بخیر. امیدوار هستم شما خوب و صحتمند باشین، تو گفتنی هایتان هم میداشته باشین، خوشحال میشین. خیلی تشکر از حضور خودت. بله، همه میدانن که در افغانستان در مناطق هزاره نشین غیر نظامی ها به صورت بسیار وحشتناک و غیر انسانی مورد حملات انتحاری قرار میگیره. این جدید نیست، از سالها پیش به این سوی این زنجیره شروع شده و در مورد اخیر مرکز آموزشی کاج رو مورد حمله قرار دادن که بیش از 50 آخرین آمار به حدود 57 نفر کشته شدن. اکثریت اونها دختران بودن و هم دخترانی پیش دانشگاهی قرار بودن امتحان کانکور بدن. خب در ادامه این کشتارها ما احساس کردیم که نباید بی تفاوت بمانیم، به هر شکلی که میشه باید با این مخالفت کنیم، این مخالفت خود رو اظهار کنیم. بنابراین شورای جهانی هزاره ها تصمیم گرفتن که با همکاری نهادهای محلی در جهان به خصوص در کشورهای غربی اعتراض برگزار کنند و در اول تمام مردم افغانستان متوجه این شود و واقعا رنج و درد و مصیبتی که متوجه مردم هزاره هستند که در مراکز آموزشی، در بیمارستان، در باشگاه، در تظاهرات، در مساجد به شکل بسیار عجیب و متفاوت از دیگر مورد حمله قرار می گیرد، اینا رو به رسمیت بشناسد، همدیگر رو، یعنی رنجی که هزاره ها می کشند یک ذره متفاوت تر از بقیه هستند، چون غیر نظامی ها هستند، بسیار حملاتی کور هستند، اصلا فهمیده نمیشه که کی ها هستند، به شکل نامرئی و نامشخص مورد حمله قرار می گیرد. بنابراین ما احساس مسئولیت کردیم که اعتراض کنیم. گردهمایی اعتراضی را در آخرین آمار نزدیک به 100 یا حدود 100 شهر در کشورهای غربی و تمام کشورها این اعتراض به صورت همزمان در یک روز برگزار شده تا به هر طریقی میشنه که ما همین مخالفت خود رو اظهار کنیم. یعنی مثل امروز که اینجا جمعیت جمع شدن در تمام کشورهای دنیا، چی در اروپا، چی در استرالیا، کانادا، هر جای همین قسم یک هماهنگی صورت گرفته بین تمام مردم هزاره و اندکی از اقوام دیگه. دقیقا، البته در دیروز جبهه مقاومت ملی و رهبری احمد مسعود نیز از تمام هوادارانش خواست که هزاره ها رو همراهی کنند برای همبستگی ملی و برای همراهی با اونا. بنابراین عمدتاً هزاره ها در کشورها جمع می شوند، اما هواداران جبهه مقاومت ملی نیز واقعا همکاری و همراهی کردند، خصوصا در امروز در اینجا انجمن کابل واشنگتن با انجمن هزاره های واشنگتن در برگزاری این گردهمایی اعتراضی بسیار کمک خوبی کردند که ما سپاسگزارش هستیم.
و به همین ترتیب در اکثر شهرهای جهان این گرد همایی اعتراضی برگزار شده با همراهی و به رسم شناختن رنج همدیگر. فکر کنم این همدلی و این همراهی بیشتر شده میرود. عزیز امیدوار هستم شما هم پیام برادر ما را شنیده باشین و همین قسم در کنار هم ایستاده باشین تا با مقابل چنین مشکلات بتونیم استوار گام به سوی پیش بگذاریم. دست به دست هم زنده باد افغانستان، زنده باد مردم افغانستان. میرم و مصاحبه بدیره با دوست بعدی مومی داشته باشیم. تشکر وقت بیننده عزیز. بازم یکی از دوستا را با خود داریم، اشتراک کننده ای که اینجا اشتراک کرده بود و اشتراک کرده تا صحبتاش داشته باشه. سلام و سلام عرض میکنم خدمت همه کسانی که صدای ما رو میشنوه. از واشنگتن سیارو هستیم و ما امروز اینجا هستیم به نمایندگی تمام دختران افغان، دختران هزاره که هر روز جان خود از دست میده به خاطر هزاره بودن. و ما میگم برای شما دخترای هزاره قوی باشین. ما دیگه تحمل گریه و زاری و این تسلیت رو نداریم. ما باید بلند شونیم خودمون و کشورمون و خودمون و مردممون رو به آگاهی و به برسونیم تا اینکه ما خودمون باید به داد خودمون برسیم. ما باید خودمون به خودمون کمک کنیم. ما نمیتونیم منتظر کسی دیگه ای باشیم. و از شما دوستان همه جای دنیا که میخواین، میخواهم که بیاین بیرون صدای خود بکشین و پشت دختران افغان ما، دختران هزاره ما که هر روز به جرم نسل کشی و به جرم هزاره بودن جان خود از دست میدن، پشت اونا باشیم، صدای اونا باشیم و بیسیم برای اونا. من دوستانی دارم که در افغانستان با هم در ارتباط هستیم. متاسفانه وضعیت افغانستان بسیار خراب است، وضعیت اقتصادی بسیار خراب است، کار نیست و حتی دوستایی هستن که پولی که گوشی خود شارژ کنن و اکتیو باشن توی توییتر تو اونجا هیچی نیست و اونا دارن واقعا تلفات میدن از گشنگی، از بیکاری، از تمام اینها. و من پیام ما و تمام از قلب ما میایم و از تمام شما عزیزان در سراسر دنیا دعوت میکنم تا بیاین دازی کمپین بپیوندین، بیاین به استاپ هزار جنوساید بپیوندین و صدای خود به جهان جهانیان بکشین که ما هستیم و ما سالها بر ما ظلم شده و این ظلم باید استاپ کنیم و باید همینجا تمامش کنیم و فقط ما میتونیم کمک کنیم به خودمون. خب امروز ما میبینیم خیلی از دوستا اینجا جمع شده. آیا از دوستای شما، از مثلا کسایی که در ارتباط بودین، چگونه شما اینجا اومدین، همه اطلاعات کسب کردین و در چنین اعتراض اشتراک کردین و تا فعلا چگونه پیش میره از نظر شما؟ فعلا واقعا داره خوب پیش میره، خیلی عالی پیش میره و من با این همه مردمی که اینجا دیدم واقعا حس خیلی خوبه به این دست داد که ما همه پشت هم هستیم. اینجا ما فقط هزاره ها اینجا نیستن، تاجیک، دوستای تاجیک خودم، دوستام اینجا هستن و پشتون، همه با همیم اینجا. و من واقعا بسیار خوشحالم و از بابت اینکه اینجاییم، هممون به عنوان یک افغان کنار همیم، نه یک هزاره، نه یک تاجیک، نه یک پشتون. ما باید در کنار هم باشیم، ما باید با هم باشیم تا بتونیم کشورمون رو به آزادی و به آزادی برسونیم. و این با من واقعا حس خوبی دارم و تشکر از شما و همه چی اینجا خیلی داره خوب پیش میره و ما ادامه خواهیم داد، ما ادامه میدیم تا پیروزی. ما دیگه تموم شد دیگه اون قصه خوردن و نمیدونم تسلیت گفتن، دیگه ما بلند شدیم، دیگه خسته شدیم از تمام اینا، خسته شدیم و حالا فقط پیش به سوی آزادی و همبستگی و اتحاد. تشکر از اینکه وقت گذاشتین. بیننده های عزیز، شما هم بیننده برنامه باشین. ما تصاویر و صحبت های بعدی را با دوستای بعدی ما میداشته باشیم. استاپ هزاره جنوساید، all the world, you all the world need to hear that. استاپ هزاره جنوساید. Oh, Mike, it's my word to the
بازم سلام دوستای عزیز، در ادامه برنامه بازم یکی از دختر خانمایی که امروز اینجا اشتراک کرده بودن و به نحو از تظاهراتی که اینجا برپا شده بود خواستن مقابل خشونت هایی که به قوم هزاره ما شما در افغانستان ظلم هایی که صورت میگیره اینا استادگی کردن و امروز آمدن اینجا اشتراک کردن و شعارشان هم در دستشان هست. بیاین کوتاه از اینو گفتهایشان هم میداشته باشیم و برنامه را همیجا به پایان میرسانیم. اول از اسمتون شروع کنین، امروز آمدین در این جمعیت اشتراک کردین، چگونه دیدین شما برنامه را، چگونه دیدین که امروز اینجا مردم متحد بودن؟ با جز از هزاره ها از اقوام دیگه ما دیدم که مردم آمده بودن، اشتراک کرده بودن و استادگی کردن مقابل از اینا. نظر خودتون چیست و با بیننده ها چی گفتنی دارین؟
از برنامه امروز که آقای شفیع عیار و استاد مسعود هم صحبت داشتن و همه قسم دوستای دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خدا و یاد پاک شهدا، نام ما ستاره وفاست و ما امروز اینجا آمدیم بر علاوه مردم هزاره. ما بسیار خوشحال هستیم که از مردم از اقوام دیگه افغانستان مثل پشتون، تاجیک و از جمله استادان بسیار بزرگوار پنتون ما اینجا با خود داشتیم و از همدردی از اینا واقعا احساس خوبی برای ما، احساس تسلیت برای ما دست داد و ما امروز اینجا جمع شدیم تا در مقابل هزاران دختر، مخصوصا قوم هزاره و از جمله دختران دیگری که به خاطر فرا گرفتن علم و دانش امروز در صنف های درسیشان پرپر میشن و با تمام آرزوهایشان زیر خاک میرن، به خاطر اونا صدا بلند کنیم و صدای اونا باشیم و بخصوص صدای هزاران دختر افغان باشیم که امروز در افغانستان حتی از حقوق اولی خود که مکتب هستن اونا محروم هستن، آمدیم صدای از اونا باشیم و واقعا سپاسگزارم از اقوام دیگه که ما را امروز در اینجا همراهی کردن و اونا با این درد که ما داشتیم با همی درد با کنار ما ایستاده شدن و به خاطر ما تسلای دل ما بودن و با ما تسلیت گفتن. در کل برنامه امروز از دیدگاه شما خیلی عالی برگزار شد و مردم هم اما علاقه یا اشتیاقشان هم مقابل استادگی و خشونت نشان دادن. درست؟ کوتاه پیامتان هم ببیننده ها میداشته باشیم و خدافزی میکنم. پیام معمیسته که بیایید دوباره که افغانستان فراموش نکنیم، دختران افغانستان و بخصوص دخترانی که به خاطر علم و دانش پرپر میشن و امروز شهدایی که ما از دست دادیم و به خاطر زخمیایی که در بستر هستن و به کمک ما و شما نیاز دارن، دوباره صدا بلند کنیم و کمک از اونا باشیم و تا باشد که ما دختران جوان دیگه را با این قسم آرزوهایشان طرف خاک نبریم و باشد که اونا دوباره تحصیل کنن و سر پای خود ایستاد شوند. تشکر از وقتی که گذاشتین، امیدوار هستم برنامه را شما هم بیننده باشین. بله بیننده های عزیز، ما برنامه را میجا به پایان میرسانیم. قسمه که در پیشتر بک‌گراند پلی شده برنامه به اتمام رسیده. ما مصاحبه ویدیو ها گفتنی ها عکس های زیبا از امروز اینجا ما ثبت رساندیم که انشالله بعدا شما در یوتیوب چنل بنده بیننده میباشین و تا برنامه های بعدی مثل همون تجمع با من مرید احمد حکیمی سیاتل واشنگتن همراه باشیم. شما هم بینده برنامه باشین و خوشحال باشین و همیشه استفاده کنید و از برنامه‌ها استفاده کنید. با شکر از دلمندی شما تا برنامه بعد.